سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی خیلی دلی دیگه. میخوام توی این ویدیو در مورد اینکه یک تریدر موفق، یه تریدری که حالا میتونه به تعداد صفرها، به بالانس‌های زیاد، به سودهای زیاد توی بازار مالی برسه، چه ویژگی‌هایی داره. یه چک لیست آماده کردیم که باید ببینیم ما به عنوان یک تریدر و فعال توی بازارهای مالی چند مورد از اینها رو توی خودمون، توی ذهن خودمون پرورش دادیم و کجاها ضعف داریم. بریم این چند تا نکته رو با همدیگه بررسی بکنیم و سعی کنیم که هر جایی که ضعف داشتیم اونجا رو بیایم گپ‌ها رو پر بکنیم که بتونیم پله به پله نزدیکتر بشیم به موفقیت توی بازارهای مالی. این از چک‌لیست من، اسمش هم هست رمز موفقیت تریدرهای میلیونر. مورد اول، خب یه سری چیزای کلیشه‌ای هست که هر چقدر بگیم باز هم کم، اسم کلیشه روشون گذاشتن هم درست نیست، چون واقعا پای و اساس مارکتن. اول این رو بگم که به عنوان یک تریدر، حالا اگه شما بخواید توی مارکت موفق بشین، نباید دنبال چیزای پیچیده، استراتژی‌های خیلی عجیب و غریب و مثلا انتیکاتورهای مختلف و روش‌های تحلیلی خیلی پیشرفته و این داستان‌ها باشید. همه چی توی سادگی خلاصه میشه، چون اون چیزی که شما روی چارت میبینید تقریبا 10% از اصل موضوع، 90% توی ذهن شما هستش و اون مواردی هم که قراره با هم دیگه بررسی بکنیم میبینید که اکثرا موارد ذهنی هستن. و برای مثال توی این چکلیست نیومده که شما اگه میخواین موفق بشین باید ICT رو کامل بلد باشین. خب پس درگیر اینجور چیزا توی مارکت نباشین و سادگی رو جدی بگیرید. نکته اولمون چیه؟ مدیریت ریسکه. یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان تریدر باید با یک مفهومی به نام استاپ لاس آشناییت کامل داشته باشین. استاپ لاس توی مارکت یه جورایی فرشته نجات ما هست. اگه ما با استاپ لاس بلد باشیم که کار بکنیم، قشنگ توی بلند مدت میتونه ما رو به سمت سود ببره. چطور؟ شما وقتی وارد یک معامله میشین، اول باید بدونین، اصلا قبل اینکه وارد معامله بشین باید بدونین حد ضررتون کجاست. با حد ضرره که شما تصمیم میگیرید این موقعیت خوبه یا نه. از نظر تکنیکالی شاید بیتکوین روی مقاومت خوبی باشه، ولی استاپ درست حسابی بهتون نمیده، شما اون موقعیت رو وارد نمیشید. حالا بیتکوین هم 90% قراره بریزه ها، ولی استاپ لاس شما ریوارد درستی بهتون نمیده. استاپتون بزرگه یا جای درستی نمیتونید پیدا بکنید، اون پوزیشن رو برای خودتون نمیگیرید. یه تریدر موفق همیشه برای استاپ لاس های خودش یه برنامه‌ای داره. برای مثال نسبت به اکانتش، حالا نسبت به اینکه اون بالانسی که توی اکانتش داره چند درصد از سرمایه کل زندگیش هستش، مثال میاد 1-2% از اکانتش رو ریسک میکنه روی هر معامله و استاپ لاس رو جایی میذاره که اگر قیمت به اونجا رسید فقط در حد 2% از بالانس کلیش توی ضرر بره و بعدش دیگه از معامله با ضرر خارج بشه به صورت اتوماتیک. نکته اول مدیریت ریسک بود که باید با این موضوع آشناییت داشته باشید و چارچوب خودتون رو مشخص بکنید. نکته دوم دیسیپلینه. شما توی بازار مالی نباید بیاین و تحت تأثیر ترس و طمع قرار بگیرین، یه جورایی احساساتی عمل بکنین و سری بگین خب حالا دیگه من یه لحظه از چارچوب خودم خارج بشم، اینجا به نظرم سل خوبی میده، حالا استاف هم که نداره فدا سرم، تش یکی دیگه اینجا میزنم، یکی دیگه بالاتر میزنم، بعدش ببینم استافش چه شکلی میشه. شما فقط کافیه که یک بار از چارچوب خودتون، از دیسیپلین خودتون بزنین تا اکانتتون رو به سمت کال شدن یا ضرر سنگین ببرید و تأثیر منفی که این خارج شدن از چارچوب خودتون روی ذهنتون میذاره یه مدت خیلی طولانی شما رو از فعالیت بیشتر توی مارکت باز میداره و نمیتونین سالم رفتار بکنین توی مارکت، اتفاقای بد پشت سر هم میفته. چرا؟ چون شما بعد اینکه اون اتفاق منفی میفته اینجوری میشین که خب من میدونستم باید چارچوبم رو رعایت نکنم، با اینکه میدونستم باید اینها رو رعایت بکنم ازشون خروج زدم و الان باعث این ضرر بزرگم شد که این نکته خیلی آسیب میرسونه. بریم برای مورد سوم که شما باید توی مارکت صبور باشین. به عنوان یک تریدر شما همیشه نباید توی مارکت باشین. اصلا کیو دیدین که هر کندلی که مارکت میزنه رو تونسته باشه ازش سود بگیره؟ نداری. پس شما باید به عنوان یک تریدر توی مارکت صبر کافی رو داشته باشین تا
اون ستاپی که از نظر شما موقعیت خوبی هست برای ورود به وجود بیاد و از نظر ذهنی سعی نکنین که خودتون رو قانع بکنین که الان خیلی وقت من معامله ای نگرفتم، از مارکت دارم جا میمونم، مارکت داره حرکت میکنه، حرکتاش هم خوبه، من پوزیشنی ندارم. نه، این اتفاق نباید بیفته. اینم مورد سوم. بریم صفحه بعدی ببینیم چک لیستم چیا داره. خب نکته چهارم چیه؟ ببینید توی مارکت، توی بازار مالی ما هیچ روش 100% برای سود به دست آوردن نداریم. چرا؟ چون اگه وجود داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ مارکت میشه منبع پول بی نهایت. یه لحظه بهش فکر کنین، اینجور اتفاقی آیا ممکنه که شما از یه جایی فقط بخواییم پول برداریم و هیچ تزریق پولی وجود نداشته باشه؟ نمیشه، نداریم، نشده. واسه همین هیچ استراتژی 100% سودده نیستش و شما رو نمیتونه که با یک چارچوب مشخص و همیشه ثابت به یک سود ثابت برسونه. نه، شما باید توی مارکت چی داشته باشین؟ مورد چهارممونه، یادگیری مداوم داشته باشین. مارکت داره آپدیت میشه. چرا آپدیت میشه؟ گفتم برای اینکه منبع پول بی نهایت نشه دیگه. اینجور چیزی که امکان نداره به وجود بیاد نشده. پول توی دنیا هر چقدر که زیاد باشه باز هم محدوده. واسه همین شما همیشه باید در حال آپدیت کردن خودتون، استراتژیتون، ذهنتون، ذهنیتتون باشین و مطالعه کافی رو داشته باشین و هیچ وقت ازش غافل نشین. بریم برای مورد بعدی و پنجم. مورد پنجم میشه استراتژی شخصی شما. شما برای چند تا چیز میتونید استراتژی داشته باشین؟ یعنی باید برای همه چی توی مارکت استراتژی داشته باشین، آمادگی همه چیز رو داشته باشین. من حالا مثال دارم میزنم، استراتژی روی چارت شما، استراتژی تحلیلی شما یه قسمت کوچیکی از استراتژی شماست. اصل استراتژی موارد دیگه است که حالا بهتون میگم. یه قسمتی از این استراتژی شخصی شما اینه که آقا برای مثال من دیدم وارد فلان محدوده شد، فلان کندل رو زد، با فلان تاییدیه وارد معامله میتونم که بشم. این میشه استراتژی روی چارت شما، استراتژی تحلیلی شما که ستاپ باهاش پیدا میکنید و وارد معامله میشید. این یکیش. استراتژی های دیگه چیا هستن؟ استراتژی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسکی که بهتون گفتم مورد اول ما بود. یه استراتژی دیگه که شما حتما باید توی مارکت داشته باشین چیه؟ این که بیاید شبیه ساز معامله رو داشته باشین. الان من معامله رو گرفتم طبق استراتژیم، طبق استراتژی من مدیریت سرمایه شد داشتم. الان من این معامله رو کجا و کی چند درصدشو ببندم، چی کارش کنم؟ اگه فلان اتفاق افتاد معامله‌مو میتونم آیا ببندم یا باید پایبند بمونم به حد ضررم؟ همه اینها رو به صورت مکتوب شما باید چک لیست داشته باشین برای خودتون. هیچ اتفاق غیر منتظره ای که شما وقتی تو پوزیشن هستین نباید بیفته که شما رو وادار به این بکنه که اون لحظه تصمیم بگیرین که چی کار بکنین. همه چی از قبل باید مشخص شده باشه. چرا این اتفاق باید بیفته؟ چون که ما انسانیم. همونطور که گفتم ما احساساتمون هستش که موفقیت ما رو توی مارکت مشخص میکنه و تعیین میکنه و شما با داشتن استراتژی تاثیر احساسات رو سعی میکنید به نزدیک به صفر برسونید. هیچ وقت نمیتونیم صفرش بکنیم، ولی ما عمل کردی مثل ربات میخوایم که داشته باشیم توی مارکت و هیچ چیزی، هیچ تصمیم احساسی نباید که باعث بشه ما اشتباهی رو توی مارکت انجام بدیم. بریم برای مورد آخر که مورد خیلی ساده اما کلیدی هستش. مورد آخر و ششم ما ثباته. شما باید توی مارکت ثابت قدم باشین. مثل حالا یک مثالی هست، فکر میکنم خرگوش و لاک‌پشت که مسابقه میذارن، خرگوش با سرعت میدوه بعد یه جایی وای میسته میخوابه، ولی لاک‌پشت همش با سرعت ثابت میره جلو. شما اگه میخواین توی مارکت به دید بلند مدت فعالیت بکنین، یعنی تا چند سال آینده خودتون رو تریدر موفق میخواید که ببینید، باید قانع باشید، ریسک های خیلی عجیب و غریبی نکنید. نخواهید که یه روزه، یه شبه، یه هفتهی سرمایتون رو برای مثال حالا چند برابر بکنید. نمیگم نمیشه، میشه. نسبت به استراتژیتون نباید بیشتر از اون رو بخواید. یه عدد منطقی رو برای خودتون باید تعیین بکنید و سعی کنید که به اون برسید. نه بیشتر، کمتر هم که حالا ممکنه بشه چون مارکت مارکت احتمالاته. ولی ثبات رو باید رعایت بکنیم و دنبال سودهای عجیب و غریب توی مارکت نباشیم.
در نهایت فراموش نکنیم که بازارهای مالی بازی احتمالاتن و یه جورایی اگه بخوایم خیلی ساده نگاش کنیم یه اتفاق 50-50ه. حالا با قمار یکیش نمی کنم چون خیلی چارچوبای بیشتری داره و به ما این امکانات رو میده که بتونیم به سود برسیم. چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ مارکت یا بالاست یا پایین دیگه، چه تفاوتی میکنه؟ چه اتفاقی میفته که یکی سود میکنه یکی ضرر؟ ذهنیت ماست و روی ذهنیتتون کار بکنین. خیلی درگیر مسائل روی چارت نباشید که به نظر من این چکلیستی که گفتم میتونه که راز موفقیت واقعا خیلی از تریدرهایی باشه که توی مارکت به موفقیت رسیدن. نه پرایس اکشن، نه آی سی تی یا حالا هر سبک تکنیکال دیگه، اونها درصد خیلی کمی از موفقیت ما رو در بر میگیرن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. این موارد رو بنویسین، هر از گاهی روشون کار بکنین و اگر دیدین که تو موردی ضعف دارین حتما روش کار بکنید و مطالعه لازم رو داشته باشین. موفق باشین.